سلام به همه دوستان و همراهان. پنجشنبه 17 آذر 1401، 8 دسامبر 2022. خبری در رسانه ها منتشر شد که من معتقدم نحوه تنظیم خبر غلطه. اعلام شد که محسن شکاری اولین محکوم در محاکم انقلاب به خاطر حضور در تظاهرات اخیر اعدام شده. من معتقدم عنوان اعدام مصداق پیدا نمیکنه. اینجا اسیرکشی کرده جمهوری اسلامی. اعدام وقتی که یک مراحل قانونی، حالا حتی در کشورهایی که مجازات قانونی اعدام دارن، بایستی یک مراحل دادرسی عادلانه با حضور وکیل و سایر مراحل انجام بشه، بررسی دقیق انجام بشه و بعد مجازات اعمال بشه. اینکه یک کسی رو 10 آبان ماه محاکمهش رو شروع کردن، 29 آبان اعلام کردن که به اعدام محکوم شده، که حالا من یه تیکه از دادگاهشم براتون میذارم و استناداتش رو، و بعد 17 آذر اعدام کردن. یعنی ببینید حتی برای یک مجازات عادی با این سرعت اقدام نمیکنن، چه برسه مجازات اعدام. استناد دادگاه هم اینه که یک بسیجی گفته که ایشون به من حمله کرده، بعد دست منو مجروح کرده، که جالب همون بسیجی در دادگاه که ایستاده هیچ خبری نیست، ظاهرا یک خرس گنده هم هست برای خودش، هیچ آثار ضرب و جرح روش نیست، کسی که با قمه مجروح شده باشه ظرف چند روز که خوب نمیشه. و یک شاهد هم میاد صحبت میکنه که هم صداش رو عوض کردن و هم چهرش رو. یعنی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی علاوه بر استخدام آدمکش رسمی، یه سری هم استخدام کرده برای شهادت در دادگاه ها و صدور حکم برای کسانی که دستگیر کردن. این تیکه دادگاه رو ببینید. اوزک در تاریخ 3/7/1401 به همراه دوست خود علی اقدام به بستن خیابان ستارخان نموده و پس از درگیری با عوامل بسیج اقدام به مجروح نمودن احدی از ایشان با استفاده از سلاح سرد قمه همراه خود نموده است. آجا مردم خیلی ترسیده بودن، کلن به هم ریخته بود اونجا. یه چیز حدود 100-150 تا ماشین پشت این ترافیک که درست کرده بودن گیر کرده بودن، به طوری که کامل بسته بودن، هیچ ماشینی از اونجا دی به پایین دیگه درد نمی شد. قمه‌ای که داشت تو جلد بود به این صورت گرفته بود، خیابان بسته بود با همون دوستش، دو نفری بسته بودن، تهدید می کردن. که وقتی من رفتم نزدیکشون، اون از تو جلد در آورد حمله کرده. دست هر دو متهم قمه بوده. من دست آقای محسن شکاری دیدم قمه رو. دست این قمه رو دیدی شما؟ بله من دیدم. یک سری از مغازه ها هم بستن، اصلا کرکده‌شون رو کشیدن پایین از ترس. از ترس این دو نفر. از ترس ایشون که خب ما قبلا هم داشتیم از این موارد که با عنوان باقی، یاقی، نمیدونم محارب، حالا یک عنوان اخافه درست کردن. ترسوندن. استنادشون هم به برای اینکه اینا جا بندازن، یه شاهد آورده تو دادگاه میگه مردم خیلی ترسیده بودن. همین مردم خیلی ترسیده بودن، یه شاهد هم که اینو گفته، دادگاه هم به استناد همین حرف میگه بنا به شهادت شهود و شهادت اون بسیجی که ادعا کرده قمه خورده، که میگم تصویری که اونجاست غالبا کسی قمه میخوره به این راحتی نمیتونه بیاد اونجا بیسته. و عجیبه که حاضر نیستن چهرهشون نشون بدن. بالاخره اینا اگر نیروهای حافظ امنیت هستن و کارشون درسته، چرا باید بترسن؟ جز اینکه احتمالاً از اینها میخوان در دادگاه دیگه هم استفاده کنن. یه چند نفر دارن که باید گردشی بلندشن برن در دادگاه مختلف شهادت بدن. و برای من جالبه که در یک چیزی که میخواد منجر به صدور حکم اعدام بشه، صرف اینکه یک نفر گفت مردم خیلی ترسیده بودن، این رو به عنوان اخافه در نظر گرفته و گفته که چون سلاح سرد هم داشته و با سلاح سرد مردم رو ترسونده، نتیجتا حکمش اعدامه. البته اتهامات دیگه هم کنارش گذاشتن، ایجاد راهبندان و برهم زدن نظم عمومی. سالهای سال اینا اومدن وسط خیابون چله تابستون نماز جماعت رو برگزار کردن، 2 ساعت ترافیک درست کردن. این اخلال در نظم عمومی نبود. اینکه شب و روز دسته های عزاداری لات مسلکشون راه میافتن، من کاری به دسته های عزاداری متین ندارم، راه میافتن عربده کشی میکنن، سر صدا میکنن، واقعا بعضیشون به خاطر حرکاتشون وحشت آفرینی میکنن، اینا اشکال نداره. اما اگر کسی حالا در تظاهرات شرکت کرد، دنبال بهانه هستن برای اعدام. خب من حالا سوال دارم که یعنی واقعا
چون جمهوری اسلامی که زبان آدم سرش نمیشه. امیدوارم که پاسخش رو بگیره و قطعا پاسخ خواهد گرفت. و کسانی که در این زمینه ها عمل میکنن، من مطمئنم به هر حال بعضی از افرادی که هم محلی این دو تا شاهد دروغگو هستن، اینا رو میتونن شناسایی کنن و به مردم معرفی کنن. از درون خود قوه قضاییه منقدر خرط و خر است که بیاد بیرون. ولی من اصلا مخاطبم جمهوری اسلامی نیست، مخاطبم کسانی که خبرها رو پیگیری میکنن. میخوام واقعا صادقانه ازشون بپرسم، در دو سه ماه اخیر از چه چیزی بیشتر ترسیدید؟ چه حرکت چه کسی شما رو بیشتر ترسونده؟ آیا واقعا اون صحنه هایی که نشون میده شب مامورای انتظامی میریزن تو خیابون، شیشه های ماشینا رو میشکنن بدون هیچ دلیلی، ماشینا متوقف هم پارک کردن، نصف شب تو خونه هاشون خوابیدن، ماموران انتظامی میان حمله میکنن که صدای جیغ و فریاد همراه با وحشت خانواده ها رو شنیدید؟ آیا این ترسوندن مردم نیست؟ اون که بالاخره اگر راست بگه اینا از همه چی فیلم برداری داره، کاش که فیلم رو نشون میدادن که بالاخره نشون بده این محسن شکاری خدا بیامرزه روحش شاد باشه. ولی به هر حال اگر فکر کنیم که شما درست میگید، به خاطر که قمه کشیده یک لندهور پرمدعام از یه آدمی که شما تصاویر هر دوشون میبینید، تصویر اون بسیجی شاهد دروغگو رو مقایسه کنید با محسن شکاری، ببینید کدومشون به لحاظ شکل و شمایل بیشتر میتونن قدرتمند باشن. ولی فرض کنیم که اون تونسته این بسیجی رو بترسونه و یه نفر هم میاد میگه حاج آقا مردم خیلی ترسیده بودن، اینم شاهد که حالا اصلا مدرکش چیه نمیدونم. ولی واقعا سوال من اینه که این صحنه هایی که شما دیدید از حمله وحشیانه نیروهای انتظامی، حالا در تظاهرات رو جداگانه صحبت میکنم، همین که موارد متعدد دیدیم که شبانه میرن تو کوچه ها، تو خیابون ها، در داخل خانه مردم بدون دلیل گاز اشکاور میندازن، شیشه ماشین ها رو خورد میکنن، به در خونه ها حمله میکنن. در این مورد یک ماه خورده پیش فرمانده پلیس اعلام کرد که اینا پلیس نما هستن. ما حالا سوالم اینه که این وحشت بیشتر ایجاد کرده یا اون حرکتی که مثلا به قول شما محسن شکاری انجام داد؟ چطور محسن شکاری فوری پیدا کردید، دستگیر کردید، اما اونایی که میان به قول شما پلیس نما هستن یکیشون دستگیر نکردید؟ اگر راست میگفتید، اگر میخواستید مردم حرفتون رو قبول کنن، چهار نفر از اونم، البته الان شما کسی هم بگیرید مردم باور نمیکنن، باز فکر میکنن که بی گناه گرفت، چون اونها مأمور خودتون هستن، اصلا فرستادید ارعاب ایجاد کنن. ولی ای کاش انقدر شعور داشتید که حفظ ظاهر میکردید، دو تا از اونها رو میآوردید میگفتید اینا هم شبانه ریختن با لباس پلیس. ببینید بدترین نوع ارعاب اینه که کسی لباس نیروی امنیت رو بپوشه و ناامنی ایجاد کنه. چرا میگم بدترین نوع ناامنی و اخاف است به قول اینا ترسوندن؟ در شرایط عادی اگر کسی احساس خطر کرد، باید اولین کسی که با لباس پلیس یا نیروی مثلا انتظامی دید بره طرفش. با این اتفاقاتی که افتاده الان مردم به محض که نیروی امنیتی میبینن فرار میکنن، یعنی خود لباس نیروی امنیتی باعث وحشته. حالا شما بگید اینا نیروی امنیتی نبودن، پلیس نما بودن، مثل میگید آخوند نما، قاضی نما، نمیدونم طرف رفته رشوه گرفته، مأمور نما بوده، خودشو نمیدونم فامیل مکارم جا زده، خودشو فامیل جنتی جا زده، الکی گفته من مأمور شورای نگهبانم، اینا همشون نمان. خب اگر راست میگید اینها پلیس نما بودن و این همه یک بار دو بارم که نبوده، اخافه کردن، یه اخافه که شاخودم نداره که شما میگید یه نفر با قمه اومد تو خیابون بین 100-150 تا ماشین، 100-150 تا ماشین اونجا بوده، اون اومده رابندون ایجاد کرده، نرده ها رو کنده و بعدم چون قمه شد، جالبه که میگه قمه هم تو جلد بود، اولی که اومد وایساده بود و بعد کشید به طرف من حمله کرد. خب اگر اون ایجاد ترسه، این که مامورا به تعداد زیاد گله‌ای مثل گله وحوش حمله میکنن توی خیابون، توی کوچه شیشه ماشینا رو میشکنن، به خونه ها حمله میکنن، تصاویر متعددی دیدیم که مردم عادی دارن که کنار خیابون را میرن، این مامورای کثافت لباس شخصی هولشو میدن مردم رو، این اخافه نیست؟ این که کسی به عنوان گشت ارشاد دختر مردم میگیره سرشو میزنه به سقف ماشین، این اخافه نیست؟ اگر اندکی شعور داشتید یا اگر اندکی برای شعور مردم احترام قائل بودید، حتما دو تا از اینا رو میوردید میگفتید خیلی خوب اینا هم اخافه کردن، همزمان با اینکه یک نفری که معترض بوده و مثلا به قول شما باعث ترس و وحشت در مردم شده اعدام میکنید، دو تا از اونها رو میورد اعدام میکردید برای اینکه مشخص بشه دروغ نمیگید. ولی این کاملا فکر نمیکنم کسی تردید داشته باشه که هم این دستگیری ها اصلا واقعا مشخص نیست که محسن شکاری این کارو کرده یا نه. من میگم با فرضی که شما راست بگید، چون جمهوری اسلامی ثابت کرده که بارها اعترافات تلویزیونی پخش کرده که مشخص شده دروغ بوده، دیگه خودشون اعتراف کردن، نمونه بارزش مازیار ابراهیمی و موارد متعدد دیگه، افرادی رو اووردن اعدام کردن به عنوان
مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای و بعد ترورها ادامه پیدا کرد و بعد هم مشخص شد اونها اصلا نبودن، حتی اعدام کردن مجید جمالی فشی. همین چند روز پیش 4 نفر اعدام کردن به جرم ارتباط با اسرائیل و بعد گفتن که اینها آدم ربایی میکردن، پول میگرفتن. گزارشش کجاست اینا که مکرر آدم ربایی کردن و از طریق بیت کوین پول میگرفتن یا از طریق پول مجازی پول میگرفتن؟ جاسوس اسرائیل بودن. خب جاسوس اسرائیل، من 2-3 روز پیشم گفتم جاسوس اسرائیل بایستی از طریق یک مقام رسمی که دسترسی داره به اسناد سری کشور جاسوسی بکنه. 4 تا آدم معمولی که نمیتونن کار کنن. خب مقام رسمی که اطلاعات به اینا داده کجان؟ پس ببینید اتفاقا کسی که داره اخافه میکنه به قول خودشون و ایجاد وحشت میکنه حکومت، اما کور خوندن. مطمئن باشید اگه قرار بود مردم بترسن با این کارها، همون اولی که این همه دستگیر کردید وحشیانه و خیلی سریع گفتید تعداد اینا را قطعا تعدادشون محارب هستن، باید میترسیدن. میبینید که تا همین دیشب تهران قوقا بود، مردم عادی برای من فیلم فرستادن که دارن راه میرن، فیلمو گرفتن، شعار داره میاد، نه خبرنگار نمیدونم معاند، نه هیچ، آدمای عادی که برای من میفرستن فیلم فرستادن و من چون فقط نگرانم که بعض افراد شناسایی بشن، ولی یه روزی حالا یه خورده باش دستکاری میکنم که قابل پخش باشه، چهرهاش مشخص نباشه. خب اگر قرار بود که مردم بترسند نباید شرکت میکردن در تظاهرات. جمهوری اسلامی هم نهایت تلاشش داره میکنه. ببینید کار به جای رسیده که خودی هاشون هم دارن اعلام براءت میکنن، از جمله خواهر خامنه ای. اما بحث اخافه، من میخوام اینو هم اشاره کنم، اینا میگن اخافه یعنی ترسوندن. 3 تا گزارش منتشر شده یا حداقل 2 تا گزارش منتشر شده از نیروهای حزب اللهی سرشناس. من خواهش میکنم مردم برن بخونن و طرفدارای جمهوری اسلامی هم برن بخونن، یکی جواد مگویی، یکی شهرام گیلابادی. ببینید چیزایی که اینا تعریف کردن از رفتار ماموران با خودشون، ببینید اینا از مصادیق بارز اخافه هست یا نه. اینکه یه نفر داره تو خیابون راه میره، هولش بدی به کرکره مغازه ها و بعد شروع کنه بهش فحش زن، این چیزی که بخونه دیگه. شهرام گیلابادی سالها معاون قالیباف بوده و قبلش هم سالها مدیر رادیو جوان، میگه بدترین فحش ها رو به مادر من دادن. وقتی من برگشتم گفتم مادرم مادر شهید، 2 تا فحش هم اضافه کردن دادن. خب حساب بکنه شما، مردم عادی که دارن رد میشن این صحنه رو ببینن نمیترسن؟ این اخافه نیست؟ یا حرفی که مگویی میگه که داشتن چند تا یه خانم رو بی جهت کتک میزنم، من رفتم جلو جداشون کنم، من خوابوندن رو زمین، چند نفر ریختن سرم زدم و مرتب فحش زن و مادر به من میدادن، اینا اخافه نیست؟ ببینید با این کار به نظر من جمهوری اسلامی تکلیف مخالفینش رو روشن کرد. بگذاریم از افراد خائنی مثل شمس الواعظین، دیدم همین دیروز نوشته که کسانی که ترویج میکنن مقابله با نیروهای مأمور مبارزه با ناامنی رو به عنوان دفاع مشروع، اینا خشونت طلبن. یعنی میگه اونایی که دارن بکش بکش میکنن و دستگیر میکنن و شکنجه میکنن و کتک میزنن، فحش مادر و خواهر و زن میدن، اونا مأمور مقابله با ناآرامی هستن و کسانی که دفاع مشروع میکنن خشونت طلب. از اونا بگذریم، ولی مردم خودشون پذیرفتن که حق دفاع مشروع دارن، چون حرفشون در حکومت به جایی نمیرسه. اگر حکومت پذیرای حرف مردم بود، ممکن بود کسی اگر مورد ظلم واقع میشد میرفت شکایت میکرد. اگر قوه قضاییه اینقدر انسانیت درش بود و امنیت بود که کسی دستگیر میشد، مطمئن بودند که در دادگاه صالحه محکوم محاکمه میشه، اگر مجازاتی میشه در زندان، در محل امن تو زندان نمیکشنش، مسئله نبود. ولی حالا که از لحظه ای که کسی میره تو خیابون برای اعتراض، یا حتی نمیره تو خیابون برای اعتراض، اعتصاب میکنه تو خونش میشینه، جانش در خطره، تا زمانی که میگیرید محاکمه میکنید، حکم اعدام میدید یا حکم زندان حتی میدید، من اینو بارها گفتم، حتی کسانی که حکم زندان کوتاه مدت میگیرند هیچ تضمینی وجود نداره با سیستم وحشیگری که در زندانهای جمهوری اسلامی هست و ماموران سرکوبی که اونجا هستن، هیچ تضمینی وجود نداره. کسی حتی اگر به 1 ماه زندان محکوم شده باشه با جان سالم از جیب بیرون. به همین جهت مردم چون حکومت هیچ راهی برای اعتراض باقی نگذاشته و برای یکی از معترضینی که دستگیر میشن هیچ امنیتی وجود نداره، مردم قطعا خودشون امنیت فراهم خواهند کرد و خواهد دید حکومت که نتیجه اولین اسیرکشی، اینو برام اعدام نمیگم، عرض کردم اعدام مراحل قانونی داره، اصلا امکان نداره کسی ظرف 2 هفته محاکمه بشه اعدام بشه و ظرف 17 روز بعدش هم مراحل تمام بررسی‌ها در حتی دیوان عالی کشور انجام بشه. اونم تازه استناد کردن، میگن به فقط ببینید مشکل اینه که در تجدید نظر وکیل اختیاری که اصلا راه نمیدن،
پرونده میره، خود متهم را نمیدن. به استناد حرفایی که دادگاه اولیه گفته و در واقع به استناد بازجویی که آدمکشان و آدمخواران اطلاعات سپاه تنظیم کردن، گفتن طرف ناامنی ایجاد کرده و اخافه کرده، به همین جهت حکمش اعدامه. و این اسیرکشی، این اعدام نیست. میگم وقتی شما کسی رو، زندانی حکومت رو، بدون طی مراحل حقوقی واقعی میکشن، میشه اسیرکشی. و مطمئن باشه حکومت این اسیرکشیش بی جواب نخواهد بود. موفق باشید.